همینان گرامی، من حسین مهری هستم. برنامه چهره ها و گفته ها را اجرا می کنم به کارگردانی آقای بهروز مشکینیار. در این برنامه با آقای دکتر جمشید اسدی گفتگو خواهم کرد پیرامون نکات اقتصادی مورد بحث در ایران. آقای دکتر جمشید اسدی در پاریس به سر میبرند و در دیجون استاد دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام بر شما. دکتر اسدی درود بر شما. جناب ماری سپاسگزارم که منو پذیرفتید. خواهش می‌کنم. درود بر دوستان پشت دوربین و به ویژه درود بر بینندگان عزیز هم میهن. خیلی ممنون از شما. آقای دکتر اسدی، در پرسش اول میخوام سخنان دادستان کل کشور رو، یعنی کل کشور جمهوری اسلامی رو بیان کنم که گفته است برخی از مقامات و فرزندان و وابستگان آنها در قاچاق کالا سهم دارند. آقای حسن روحانی هم در بهمن سال 94 گفت که یک دستگاه فاسدی که می تواند کالای قاچاق وارد کند نمی گذارد کشور رشد کند. به یاد دارین که آقای احمدی نژاد هم از قاچاقچی ها به عنوان دوستان خودمون یاد کرد. بفرمین که این مسئله قاچاق تا چه اندازه رو اقتصاد ایران و روی زندگی مردم اثر داره؟ بله، اجازه بدید پس با توجه به سقرا و کبرای پرسشتون به سه نکته پاسخ بدم. نخست این که آنچرا که پایوران نظام میگویند همان است که اپوزیسیون میگوید، با یک فاصله زمانی 5 سال، 6 سال، 7 سال. تقریبا نکته ای نمانده که پایوران نظام خود بدان پی نبرند از سخنانی که اپوزیسیون یا انتقادگران به نظام گفتن. نگاه کنید از مسئله احمدی نژاد چه روزی افتاد، از آقای احمدی نژاد امروز، از در مورد مسئله پرونده هسته‌ای، در مورد اقتصاد راندخاری، در مورد مسئله قاچاق و اینها فراوانند. اما چطور، خب این نکته اولی بود که میخواستم عرض کنم، اما چطور شده از همچین اتفاقی افتاده؟ ببینید، نکته دوم هم این است که این مدسه حتی ممکنه باعث شگفتی بشود. من به نظر من در جمهوری اسلامی از قاچاق و فساد نمیشه چندان صحبت کرد. قاچاق و فساد فرع است، انحراف است بر یک اصلی. زمانی که نظامی حق ویژه قائل است برای پایبران خودش، بنابر قانون خودش، این دیگه فساد نیست، این دیگر قاچاق نیست. ببینید، یک هر کشوری بنادری دارد که گمرک ناظر است بر اون بندرها و کالایی رو که می آید و می رود نظارت میکنه، بر مبنای اونم گزارش تهیه میکنه، بر مبنای اونم عوارض و مالیات به اون میبندند. وقتی که سپاه پاسداران حدود 70 و اندی بندر نامرئی در اختیار دارد و این با اطلاع حکومت است و این با پشتیبانی مقام معظم رهبری است و این جزء قانون این کشور است، خب این دیگه کجاش غیر قانونیه به لحاظ خود قانون جمهوری اسلامی. ببینید، یکی از مسائلی که در مورد اقتصاد راندخاری از زمان آقای رفسنجانی آغاز شد این بود که آقا در بسیاری از موارد، این نکته‌ای که عرض می‌کنم امیدوارم موفق بشم که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم، چون نکته مهمی است به نظرم. اینکه چقدر من توانا باشم بدان بحث دیگری است. ببینید، در زمان آقای رفسنجانی یک مسئله مطرح شد، گفتن ما بودجه نداریم که به بسیاری از بنیادهای انقلابی و پشتیبان نظام خودمون بدهیم. خب بعد گفتن پس چه کار کنیم؟ گفتن خیلی خوب، ما به اینا اختیار بدیم که خودشون پول خودشونو در بیارن. یعنی سپاه پاسداران، شما پول خودتونو در بیارید، ما بعضی وقتا انحصارهایی به شما میدیم، بعضی وقتا سهمیه کاغذ به شما میدیم، روزنامه که هان، شما خرج خودتونو در بیارید.
ببینید این فساد رشوه گیری که امروز در ایران به شدت رشد کرده است، این در حقیقت به ماموران، به ماموران دولتی با علمی که خود مدیران دارند به اینا اجازه رشوه گیری میدن. این یعنی نمونه از درآمد این هاست. یه نکته خدمتتون عرض بکنم و بسنده بکنم تا اینجا که پاسخام بلند نشه. یکی از ایرانی ها تعریف میکرد که خب ثروتی دارد در ایران که یک روزی یک نفری برای کشیدن برق و برای بازرسی به برق از طرف شهرداری و عوارض دیگه وارد خونه اینا میشه و خیلی روشن به اینها میگه که ببینید این عوارضی که باید شما بدید همچین مبلغی است، اگر به من یه مبلغ کمتری بدید من این راستوریست میکنم و از اینجا میرم. صاحب اون خونه میگه که خب اینو سرگرمش بکنید و به شهرداری توضیح بدید که همچین کسی اومده، اما برای اینکه بی‌انصافی هم نشه به خودش بگید که آقا ما یه همچین کاری رو میخواییم بکنیم. اینا به اون میگن، میگن آقا تو مأمور اومدی از طرف شهرداری اومدی همچین کاری رو میخوای بکنیم، ما میخوایم اینو گزارش بدیم، همه اینا رو هم گرفتیم. اینا به اونا جواب میده آقا خدا پدرتون رو بیامرزه، ما با اطلاع اونا داریم این کارو میکنیم، تلفن بزنید، تلفن هم ندارید من خودم بهتون شماره تلفن مستقیمو بدم. عجب. این بخشی از درآمد کارمندایی که ما داریم اینجا. خب این در مورد اینه، در مورد پلیس. حالا اینا خردپا هستن، بدیهی است که خودی های بالاتر هم میتونن در این مورد درآمد داشته باشن. آنچه را که آقای دادستان گفته و این نکته پایانی باعث تعجب کیست؟ چه کسی است که آنچه را که آقای دادستان گفته نمیدانست در این مورد؟ بدیهی است، ولی اینها این نظامی است که خود درست کرده. اینا میگن ما خودی و غیر خودی داریم، خاص و غیر خاص داریم و یک حقوقی مال ایناست. مگر شورای نگهبان نیست که وارسی میکند که کسی برای مملکت خودش اجازه داره نامزد بشه یا نه؟ خب اون کاری که در مورد سیاست میکنن در مورد اقتصاد نمیکنن، به طریق اولا میکنن. بله، خیلی ممنون ازتون. پرسش بعدی من اینست که آقای فریدون خاوند، دوست شما اقتصاددان ایرانی، در یه مقاله‌ای که نوشتند به نظرم در رادیو فرداست، گفتن که دومین کنفرانس اقتصاد ایران 3 سال بعد از نخستین کنفرانس تشکیل شد و شماری از صاحب منصبان جمهوری اسلامی، استادان دانشگاه، کارشناسان اقتصادی به ابتکار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در تهران برگزار شد. این مطلب رو ادامه میدن تا اونجایی که میگویند پژوهش اقتصادی آری، کنفرانس آری و دیگر هیچ. شما همین نظر رو دارین؟ بدون شک. ببینید بدون شک به طور کلی پژوهشگران درون مرز، حالا هم در زمینه اقتصاد هم در دیگر زمینه ها، پژوهشگرانی هستند که واقعا بسیار درست کار میکنن. حتی بعضی از این پژوهشگران که جزو بنیادهای حکومتی هستند هم بسیار درست کار میکنن. من گزارش های بسیار قابل تأملی خوانده ام از انتشارات دفتر پژوهش های مجلس، انتشارات بسیار در مورد اقتصاد البته عرض میکنم، و همچنین از سوی اتاق بازرگانی. خب وقتی که این نهادهایی که با حکومت نزدیک هستند، عرض میکنم حکومت نه الزاماً با دولت، و شما خود میتونید حدس بزنید که استادان، پژوهشگرانی که استقلال بیشتر دارن چقدر در این مورد کارهای قابل تأملی انجام میدن. ولی خب این دیگه بیشتر از این نرفته، چنانچه تا الان نرفته. مسئله خصوصی سازی که این همه سال مطرح کردن به اندازه یک سر انگشت جلو نرفته است و انتظارم نمیشه جلو داشت. من خاطرم میاد اولین کنفرانس مطبوعاتی که آقای روحانی داشت پیش از آن که کابینه خودش رو تشکیل بده،
یک خانم خبرنگاری از ایشون سوال کرد که مسئله اقتصاد ایران با این همه دشواری که داره چطور حل میشه. آقای روحانی خب دوره اولش بود، هنوز از اصل محافظه‌کار خودش دور نشده بود و احتیاج به پشتیبانی اصلاح طلبای وطنی داشت. اونجا میگوید که خب خیلی اجازه بدید سریع صحبت بکنیم، این مشکلاتی که میگید عمدتا مشکل انحصاره و این انحصارها بعد از بین بره، و به خاطر دارید که حتی چند مرتبه صحبت از این کرد که یک نیروی هست در ایران قدرت نظامی رو داره، قدرت اقتصادی رو داره، قدرت سیاسی رو داره. خب در مورد پژوهش‌های نزدیک به حکومت و غیر حکومت که مسئله روشنه، به جای خود آقای رئیس جمهور چون این میگه، اما اینی که میگه کجا ما به اعضای عملی داشته چه کردن؟ پس در نتیجه بله، من با حرفای دوست گرامی دکتر خاوند بسیار بسیار موافقم، مثل بسیاری از نکات دیگری که ایشون مطرح میکنند، منتها این اصلا جای تعجب نداره. خود رئیس جمهور هم میگه، در یک شرایطی میگه، بسیاری از وزیران میگن، ولی به بیشتر هم میگن میدونید برای محبوبیت جمع کردن. شوربختانه حال کشور ما به جایی رسیده که کسی ذکر مصیبت بکنه انگار حل مصیبت داره میکنه. در مبارزات انتخاباتی نگاه بکنید برای ریاست جمهوری، این کاندیداها صحبتایی که میکنن بعضی وقتا شما از تای اپوزیسیون این صحبتا رو نمیشنوید، افشاگریایی که میکنن. خب خیلی از مردم هم این ذکر مصیبت رو میشنون و بر این توهم میافتن که این ذکر مصیبت یعنی حل مصیبت. خب بعد از 4 سال 5 سال نتیجه رو میبینن چنانچه دیدن. چند نفر امروز گفتن پشیمانیم از رأی که به آقای روحانی دادیم، که خب البته این بحث دیگری است. و بعضیا میگویند ما انقلاب کردیم اما اشتباه کردیم، جزء شعاراشون. منم جزء این افراد هستم. بله. این به معنی انتقاد به دیکتاتوری نابخردانه ای نیست که پیش از انقلاب در ایران وجود داشت، ولی به هیچ عنوان راه حل این نبود. به هیچ عنوان راه حل این نبود. این کشتن مگس با توپ و تانک بود که خب خسارتی که بر دیوار و در و پیکر گذاشت، بر دیوار و در و پیکر خانه خود بود. آقای دکتر، باز گردیم به یک نکته دیگری درباره قاچاق. این بار محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با انتقاد از گفته های همین دادستان کل کشور گفت که در ارتباط با قاچاق اقتصادی، گفت که قوه قضاییه به اینها امان نده، آنها را مجازات کند. و در آلمان میگویند فساد و قاچاق در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. خب اولا اینکه ما میدونیم، اینو سالهاست هم گفتیم، عرض کردم خدمتون، آنچرا که اپوزیسیون میگوید آقایان بعد از مدت ها به این نظر میرسن. ولی حواله دادن اینها به قوه قضاییه یعنی بایگانی کردن این پرونده ها، این که روشن است. وقت قوه قضاییه که خودش درگیر این کاره، بازم اینا رو که من نمیگم که لابد اپوزیسیون هستم و از آستین صهیونیسم اومدم بیرون و جهانخواران و مستکبرین، این گزارش های خودیه که در مورد، ببینید این تعداد حساب های بانکی خصوصی آقای لاریجانی رو، آقا اینو خود نظام داره میگه و حالا میگن خب همش هم بد نیست و خوب است. در نتیجه این قوه قضاییه که خود چنین میکند قرار رسیدگی به اینا بکنه. اما یک نکته دیگه است، آقای نوبخت در مورد پیگیری این قاچاق‌ها حواله میدن به قوه قضاییه. خب این بحث دیگری است، اما میتونن اقلا بگن اینا چه کسایی هستن؟ افشای نام که میتونن بکنن، ولی میگن قاچاقچیان ناشناسن. آخه بگه ببینید آقا قاچاق که این یه دونه مثلا گیلاس مشروب قاچاق نکرده، کامیون اینا قاچاق کردن، این رقم بزرگ رو خود اینا میدن. آقا تو این مملکتی که آقای، ببینید اجازه بدید یک مقداری بر مبنای منطق خود آقایون صحبت کنیم، مقام معظم رهبری چه میگویند؟ میگویند حتی مخالفین جمهوری اسلامی هم بیان در رأی‌گیری ریاست جمهوری شرکت کنند. چرا؟
میگویند اگر شما مملکتتون رو دوست دارید ما یک نظامی درست کردیم امنیت کامل برقراره توی این منطقه پرآشوب خاورمیانه. خیلی حالا این بحث بماند، ما بگوییم که مقام معظم درست میگه، هر حرف ایشون درسته. خب آقا شما در مملکتی که امنیت برقرار کردید این قاچاق‌های کلان رو متوجه نمیشید، ناشناسن؟ پس این چطور شد؟ پس شما مملکت رو در اختیار دارید، میگید بیاید مخالفین بیاید رای بدید، ما همچین مملکتی درست کنیم. وقتی این مملکتی که شما بر همه چی کنترل دارید که باعث میشه باعث اختشاش نشه مثل بقیه کشورها سوریه، انگار سوریه هم خودش به خودش اختشاش داد، آقایون در اینجا شرکت نداشتن. اما حالا این بحثات جای دیگری داره. این مملکتی رو که شما تونستید امنیتش رو حفظ کنید متوجه قاچاقچی نشدید؟ کامیون مثلا تصور کنید کامیون طلا وقتی میبرن از ترکیه میاد رد میشه از مرز، اینو شما متوجه نشدید؟ این تانکرهای نفتی که نفت قاچاق میفروختن به ویژه در زمان تحریم، شما متوجه نشدید یک همچین مسائلیو؟ این آقا بندر نامرئی رو شما متوجه نشدید، فرودگاه نامرئی رو متوجه نشدید. این بندرها رو که البته این تحقیقات به این نتیجه رسیده بود، اما به طور علنی هم خود پایوران نظام مطرح کردن. اولین بار اینو آقای کروبی گفت، نه اون مرتبه که مغضوب شده بود، اون زمانی که هنوز رئیس مجلس به طور روشن گفت 72 بندر نامرئی وجود داره. بندر نامرئی یعنی آخه نامرئی که نمیشه، چشمنده که نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی این بنادریه که در آمار گمرک ایران نیست. 72 تا آقا، 72 تا را آقایون متوجه نشدن؟ خب نشدن. آقای کروبی که گفت پیگیری کردن یا نکردن اون موقع که مغضوب نبود؟ پس در نتیجه نخه این آقا، این آقای مهری، من باورم بر این است که این حرفشو میزنن و عمل نمیکنن، نه اینکه مثلا تنبلی میکنن، نمیخوان دست به نظام بزنن. ببینید درست مثل اینی که شما مثلا بگید در خیلی، من البته با نهایت احترام نسبت به خدا باوران و در این مثالی که میخوام عرض کنن به خدا باوران شیعه دارم، بسیاری از صحبتایی که خدا باوران میکنن خب حرف اعتقاد راستینشونه، حرف دوستیه، حرف عشق، بحثی به کنار. اما خب خیلی هاشون هم خرافه پرورن، که حتی خود مقام رهبری بعضی وقتا گفت حرفایی که در مورد ما زده میشه باید تصویب دفتر ما باشه، بس که خرافه پردازی کرده بودن، خود رهبرم ناراحت شده. اما اینا چرا نمیتونن با قم زدن به سر برای مراسم عزاداری و خرافه پروری مبارزه بنیادین بکنن؟ چون کل نظام رو به زیر سوال میبرن. مگه نوع پردازا نیستن که بسیجی ها رو بسیج میکنن؟ در مورد مسئله قاچاق و در مورد مسئله اقتصاد رانتخاری هم همینه، حرفشو میزنن، نه اینکه از سر تنبلی عمل نمیکنن. خب اگه بخوان بکنن به کل نظام برخورد میکنه، چنانچه از اصلاح طلبی میترسن، جلوتر نمیتونن از اون حدی برن که یک تجربه با خاتمی داشتن، با جناب آقای خاتمی داشتن، جلوتر از اون به کل نظام صدمه میخوره، اینو متوجه میشن. کارنامه گورباچف جلوی چشمشونه. آقا سوسیالیسم و توتالیته رو نمیتوان با رفرم اصلاح کرد، یا این یا آن. این هم نمیشه که حتی در سطح آقای خاتمی اصلاحات رو گسترده کرد و اجازه آزادی به مطبوعات داد. نمیشه اقتصاد رانتخاری رو برداشت، کل نظام فرو میپاشه. خرافه پروری رو نمیشه جلوش رو گرفت، کل بسیج کردن فدایان حکومت بهش لطمه میخوره. در نتیجه من فکر نمیکنم ما چاره‌ای داشته باشیم در این شرایط، هرچند که میدونم 3 سال دیگه در انتخابات ریاست جمهوری یک نامزدی انتخاب می شود، احتمالاً از سوی تندروان نظام، از سوی سازمان اطلاعات تندروهای نظام، و در مقابل او یک محافظه‌کار پراگماتیست رو می زارن. و باز بسیاری از ما وقتی که ذکر مصیبت می شنویم فکر می کنیم راه حل مصیبت هم همین است. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. گزارش های مختلفی به انواع گوناگون از کوچک شدن طبقه متوسط در ایران سخن میگویند.
یعنی طبقه متوسط در واقع جزو نخستین عواملی است که یک کشور رو پیش میبره، درست میگم؟ بدون شک. این اتفاق تا چه اندازه حاصل تحریم های بین المللی بود، یا یعنی اینکه اصولا جزو حاصل وجود جمهوری اسلامیه؟ نه، اینم جزو ذات جمهوری اسلامی است. طبقه متوسط از بین میره. ببینید، در هیچ زمانی در مقایسه با آن نظامی که به قول آقایون نظام طاغوت بود، اینقدر فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا نکرده. اول اجازه بدید درسی خدمت بینندگان گرامی بدهم و بگویم که طبقه متوسط چیست و چرا زوال طبقه متوسط زوال پیشرفت یک کشور است. ببینید، ما عمدتاً در یک کشور صاحبان سرمایه داریم و بعد کسانی داریم که با کار دستی، با کار یدی، با نیروی کار زندگی میکنند. در میان این دو کسانی داریم که اینها مدیران میانی هستند، یعنی صاحب سرمایه نیستند اما با دانش آموختگی خودشون چرخ اقتصاد رو میگردونه. چرا این طبقه داره از بین میره؟ یعنی کی از بین میره؟ یعنی دانش آموختگانی که با نیروی دانش قرار است چرخ مملکت رو به راه بیندازن، اینا دیگه در کشور جا ندارن. دو زیان بزرگ نصیب کشور میشه. یکی این که پیشرفت از بین میره، به ویژه امروز با اقتصاد دانش بنیاد که نیروی یدی در اون از بین رفته است و به سرعت از بین میره. رابات، این آدمای آهنی قدیم میگفتیم، نمیدونم ترجمه درستر امروز چیه، این یعنی اتوماتیک شدن، خود به خودی شدن. این اجازه بدید به طور فی‌البداهه بگیم، این ماشین های خودکار، اینها جای نیروی یدی رو میگیره. اما اون چیزی که در این اقتصاد باقی میمونه دانش بنیاده، اون کسی که با دانش کار میکنه. حالا حتی دانش هم خیلی وقتا این خودکارهای دانش بنیاد جاشون نشستن، ولی در حال این امروز موتور رشد. وقتی که بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران 1,500,000 دانش آموخته آماده رفتن در ایرانن، وقتی بر مبنای گزارش های آمارهای خود نظام 1/4 یا 2/4 دانش آموخته در کشور بیکار هستند، خب ببینید به لحاظ اقتصادی یعنی چه، به لحاظ سیاسی اجتماعی یعنی چه. چون این یک طبقه متعادل کننده است، این یک طبقه اندیشه ورزه و اندیشه برانگیزه. اینها در کشور از بین رفتن به تصدیق خود آماری که وجود داره. البته خیلی از اینها یکی از بزرگترین خدمتهایی که جمهوری اسلامی به آمریکا میکنه به ویژه این است که این دانش آموختگان رو هزینش به عهده ملت، و اما اینا بعدش میرن به اونجا و در اونجا زندگی میکنن با تنش افروزیایی که میکنه، هم سپرده های ایرانو در امریکا نگه میداره، هم دانش آموختگان ما رو به اونجا میفرسته. در حقیقت بزرگ فکر نمیکنم کشوری به اندازه جمهوری اسلامی مجانی اینقدر خدمت به امریکا کرده باشه. مجانی عرض میکنم، بدیهی است که داد و ستد بین کشورها خدمت به هر دوست، فرانسه و امریکا هر دو به هم خدمت میکنن با داد و ستد آزاد، اما یک سویه، یک طرفه فکر نمیکنم هیچکی به اندازه جمهوری اسلامی چون این کاری کرده باشه. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای روحانی رئیس جمهوری درباره لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی سخن میگه، ولی آقای خامنه‌ای قصد داره با موشک‌سازی و تقویت حضور در منطقه، یعنی در واقع به وسیله سپاه پاسداران، قدرت چانه‌زنی خودش رو بالا ببره و کشور رو از این مسیر به پیش برانه. آیا کسب قدرت سیاسی نظامی می تواند به پیشرفت شکوفایی اقتصادی کمکی بکنه؟
بله ببینید، بسیار پرسش به جای است جناب مهری. ما در آینه تاریخ میتونیم سازه هایی برای یافتن پاسخ به پرسش شما رو بیابیم. ببینید هر دوی آقایون به یک روایت درست میگن. البته به نظر من یک رنگی در گفتار مقام رهبری بیشتره تا در گفته رئیس جمهور. عرض میکنم چرا. به یک روایت هر دو درست میگن. یک کشوری میتونه اقتدار پیدا بکنه بر مبنای توپ و تانک، چنان که اتحاد جماهیر شوروی چنین اقتداری پیدا کرده. بعد که این اتحاد شوروی فرو ریخت، دیدیم که به لحاظ اقتصادی هیچی نبود در اون کشور، هیچ تولیدی نبود، هیچ چیز درخوری نبود. امروز هم شوروی یا اسلحه، البته روسیه، یا اسلحه میفروشه یا نفت. پس این 70 سال ساختمان سوسیالیسم در این کشور یک ماشین، یک موتور، یک پیچ، هیچی نتونسته بود داشته باشه. اما اون موقع میگفتیم جنگ سرد، میگفتیم دو ابرقدرت، یعنی شوروی اقتداری بر مبنای اسلحه پیدا کرده بود که البته خب مردمش در تنگنای بسیار سختی به سر میبردن و عاقبتش هم دیدیم چطور شد. الگویی که مقام معظم رهبری در برابر ایران میذاره همین، با قلدری، با دعوا توی منطقه کشورهای کوچکتر رو بترسونیم، کشورهای بزرگتر باشون سر میز مذاکره بنشینیم. چنانچه جمهوری اسلامی توانست با اوباما در مورد خاورمیانه یک توافق ناگفته دست پیدا بکنه. آقای روحانی میگوید که ما باید جلب سرمایه بکنیم. بله، ما واقعا مثلا میدونید آقای مهری، این از سال 2010 به بعد هم ترکیه صاحب راکتور اتمی شد، هم امارات متحده عربی. بسیار هم راحت یک مناقصه دادن، یک فراخوان دادن، صف بستن تولید کننده ها که بیان اینا رو به اینا بفروشن. جامعه بین المللی هم هیچ اکسون عمل منفی نشون نداد و اینها راکتورها رو خرید. حالا میگید چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش این است که کسی که برنده شد در امارات متحده عربی در برابر وستینگ هاوس آمریکا، در برابر عربای فرانسه، در برابر میتسوبیشی ژاپن، یک شرکت کره جنوبی بود. این شرکت کره جنوبی، کره جنوبی کشوری است که پیش از انقلاب مدیران عالی رتبه خودش رو میفرستاد که از بخش خصوصی ایران کارآموزی کنن و کار یاد بگیرن. پس این داد و ستد امروز همچین اقتداری داده است به کره جنوبی تا این صد برکشیده شده. این اقتداری است که اسمی آقای روحانی ازش صحبت میکنه، ولی ریا داره درش. برای اینکه اگر این مسئله ریا نبود، اولا در برابر این مسئله وای میستاد و کماکان کارگزار شورای عالی امنیت ملی نبود در این مورد و میگفت که چه چیزی جلوی این کار رو گرفته. اما اون چیزی که مطمئن است، این دو شکل اقتدار خب وجود داره. البته هزینه اقتدار نظامی بسیار بالاست و بی نتیجه در نهایت کار. هزینه یک اقتدار اقتصادی، اقتدار فناوری، چیزی است که نصیب کره جنوبی شده که از درآمد سرانه کمتر از ایران 40 سال پیش، امروز به درآمد سرانه به مراتب بالاتر از ایران رسیدن بعد از 40 سال انقلاب اسلامی در این مورد. اما یک چیز روشنه، حالا من البته نظرم روشنه، من طرفدار اقتدار اقتصادی هستم، روشن است، آرزو دارم که یک روزی ببینم در این فرانسه یا در اروپا که قدم میزنم کالاهای میدین ایران، میدین ایران، میدین ایران ببینم. اما یک چیزی روشنه که آقای روحانی در این مورد ریا میکند و غیر ممکن است که این دو گونه اقتدار رو بشه با هم پیوند داد، یا این است یا آن است و اینا با هم دیگه نمیشه. چون اگر کسی فشار بیاورد بر اقتدار نظامی تنش رو افسون بکند، خب سرمایه گذاری نمیکنه به همین سادگی است. در کشور سرمایه گذار ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه. برای همینه که نظام بانکی امروز دوچار این پیچه‌ای شده که نامبارک، که هی باید بهره رو بالا ببرم، پولا ندارم واسه این بهره ها بدن، اونم خودش یه تقلب دیگه است. خب سرمایه گذار ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه، چه برسه به فرنگی که بیاد مثلا 5 میلیارد سرمایه گذاری کنه مثل توتال
که این حرف رو زد از فرانسه، اما هیچ وقت این عملی نشد و عملی هم نخواهد شد بدون شرط تو این شرایط. آقای دکتر بفرمید که در شرایط فعلی با فشار اقتصادی مضاعف کاخ سفید جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد یا سرسخت‌تر خواهد شد؟ بله، چرا می‌فرمایید مضاعف آقای مهری؟ در شرایط فعلی با فشار اقتصادی مضاعف. چرا می‌فرمایید مضاعف؟ این ببینید منو تصحیح کنید اگر اشتباه می‌کنم، یک تنبیه‌های جامعه بین‌المللی وجود داشت که برجام بر اینها نقطه پایان گذاشت. بله. و وقتی که بعضی از سرسختان در ایران میگویند که برجام تقلب بود، اینها دروغ میگویند. برجام همه کشورهایی که امضا گذاشتن بر پای آن به آن معتقدن و از آن دفاع میکنن. اما امریکا یک مقداری تحریم های از سوی خودش داشت که اونا رو ادامه میده. تا امروز اونا زیادتر نشدن. صحبت بر اینه که اینا ادامه داشته بشه و البته ممکنه که زیادتر هم بشه. گرفتاری بر سری. حالا میخوایم ببینیم اگر این تحریم ها به این شکل باقی بماند که خودش همین قدم باقی بماند، برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه و این توافق باید با امریکا و تنش افروزی صورت بگیره و تنش افروزی با کشورهایی که با امریکا پیمان مشترک دارن پایین بیاد مثل در منطقه. خیلی خوب، میخوایم ببینیم اگر این تحریم ها باقی بمونه، این فشارها باقی بمونه، آیا جمهوری اسلامی تن در میده یا ادامه میده؟ به باور من تنش‌هایی که روز به روز میبینید بیشتر در کشور صورت گرفته، اینها ادامه خواهد داشت و بیشتر میشه. یک عده‌ای بر سر سرسختی میرن و تنش افروزی رو ادامه میدن و سعی میکنن امتیازی رو که با سرسختی از اوباما گرفتن در منطقه، به ویژه در عراق و در سوریه، باز هم از ترامپ بگیرن به شکلی دیگه در منطقه. اینا همون سرسخت ها هستن و حتی میتونن به طرف مقابل بگن ببین برجام شما که توافقی بود بی نتیجه بود، سرسختی ما ترامپ رو پای یک پیمان ناگفته در مورد سوریه و عراق کشون. این یک بخش دیگه که متوجه شدن چقدر شرایط خطرناکه. ما برای نخستین روز هاست که در کشور شعار مرگ بر پایوران نظام میشنویم. تعداد شمار کارگرانی که دستمزدشون رو نگرفتن بیشتر میشه، سپرده گذارانی که ناراضی هستن تعدادشون بیشتر میشه. اونها متوجه شدن که خب شهروند ممکنه حساسیت کمتری نشون بده در مورد مسائل سیاسی اگر اوضاع اقتصادیش درست باشه، اما اگر اوضاع اقتصادی این باشد که هست، خب کشور بسیار پرتنش خواهد بود و جلوی اونو گرفتن سخت مشکله. این است که به نظر من هر دوی این احتمال وجود داره و تنش‌ها در درون جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد و کشور متزلزل‌تر خواهد شد. به باور من این سرنوشت پیش روی نظام جمهوری اسلامی است. آقای دکتر، آیا میشه گفت که حادترین مشکل اقتصادی امروز ایران بحران مال باختگانه؟ ببینید واقعا من نمیدونم کدوم بحران رو بگیریم بزرگترین بحران ایران. بحران های بسیار بسیار زیادی در کشور داریم. این یک بحران بزرگی است که نمودار دو اتفاق نامبارک در کشور است. یکی مال باختن کسانی که برای دوران بازنشستگی خودشون برای کمک هزینه، میدونید بسیاری از این مال باختگان چون میدونستن دوران بازنشستگی درآمدی نخواهند داشت این کارو کرده بودن. این بسیاری از خانواده های تک سرپرسته که این کارو کرده بودن برای زندگی که بتونن بکنن و اینا ما رو از دست دادن. این نمونه نخست نامبارک در کشور. نمونه دوم نامبارک از همین اتفاق این است که این نشون میده اقتصاد کشور ما به چه حال روزی کشیده شده. اگر وقت باشه بفرمایید که اینم عرض بکنم که این دزدی مطلقه که دارن این کارو میکنن و اقتصادو 100% از بین میبره. ببینید حتی تا به این حد که حتی اگر پول این سپرده گذارانو پس بدن،
اینجور پول در آوردن اقتصاد از درون متلاشی میکنه. خب این هست، اما من نمیدونم آیا این بزرگترین بحران باشه. شما فکر کنید کارگران مثلا که 7 ماه حقوق خودشونو نگرفتن، این بحران بزرگی نیست؟ این کارگر دستمزد بگیر اینطوری زندگی میکنه. شماره کسانی که این تمام پیکر خودشونو الان دارن میفروشن برای یه دستیابی به یک درآمد، این ناشی از اینه که کارم نمیتونن اینها بکنن. بیکاری بحران نیست؟ در کشوری که 2 نفر از 4 نفر دانش آموخته کار نمیتونه پیدا بکنه. من نمیدونم بین اینها، خب خوش در این مورد باید تشکر از جمهوری اسلامی کرد که به ما گزینه‌های مختلف داده. هر کدوم اینا رو میشه جزء بزرگترین بحران اقتصادی، تولیدی، درآمدی در کشور گرفت. آقای دکتر 5 دقیقه وقت داریم، 5-6 دقیقه. و پرسش آخرین من سیاسی است. در مورد بحران خاورمیانه است که شما بارها گفتید که این بحران منطقه‌ای نیست، فرامنطقه‌ای است. چجوری اثبات میکنید؟ ببینید، به این دلیل که به دو دلیل عمده دست کم. یکی این که ما در این منطقه نفت و بازار داریم، بازار گسترده‌ای داریم. میدونید مثلا عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر دو تصمیم گرفتن که دوران بعد از نفت رو بسازن و برای این کار سرمایه گذاری های بسیار بزرگی کنار گذاشتن. خب این بازار بزرگ مورد توجه شرکت ها و کشورهای بزرگ خارج از منطقه است که نمیتونن اجازه بدن که تنش‌های این موقعیت بزرگ رو از بین ببره. نفتم کماکان یکی از شریان‌های اقتصادی در دنیا و این به لحاظ اقتصادی خیلی مهم که باعث میشه که کشورها و نیروهای خارج از منطقه این تنش‌های منطقه رو نگن منطقیه و به هیچ بگذارن. دلیل دوم سیاسیه. بسیاری از کشورهای این منطقه همپیمان‌های کشورهای خارج از منطقه هستن. میدونید مثلا امارات متحده پیمان نظامی با فرانسه داره، قطر پیمان نظامی داره با آمریکا، اسرائیل از همپیمانان آمریکا هستن و اینها وقتی با تنش مواجه بشن، کشورهای همپیمان اینها دست کم به لحاظ پیمانی که بستن امضا کردن نمیتونن بی تفاوت باشن، هرچند که خارج از اون پیمان ها خب یک علاقه در منطقه دارن. از همین روز که من بر این باورم که این تنشی که روزافزونه در منطقه و شوربختانه تبدیل شده است به تنش شیعه و سنی که کشورهای بسیاری رو درگیر کرده است و بیشتر درگیر خواهد کرد و این بزرگترین زیانش برای کشور ماست که با اقلیت شیعی به دلیل بلند پروازی های ایدئولوژیک سرسختان در نظام باید کشور رو به صحنه مبارزه با اکثریت سنی در منطقه و بسیاری از هممیهنان و برادران و خواهران سنیمون در خود کشور بکشونیم و بلکه در مقابل بسیاری از کشورها خارج از منطقه قرار بگیریم. اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم و تموم کنم. فرانسه که بارها در مقابل امریکا ایستاده است برای پاسداشت قرارداد برجام، در مورد مسئله سیاسی اظهار نگرانی کرده است و به روشنی گفته است موشکی که از یمن به سوی عربستان سعودی پرت شده است موشک ایرانی بوده است و این مسئله نمیتونه ادامه داشته باشه. آقای دکتر اسدی، در فرانسه رئیس جمهوری جدید آقای مکرون خواندم که به رغم رؤسای جمهوری پیشین، سه رئیس جمهور پیشین، او محبوبیتش داره بالا میره. این درسته؟ بله. و به ویژه یکی از نکات جالب این است که یکی از بزرگترین هدیه های تولدی که به او داده شده است همین بالا رفتن میزان محبوبیتش در میان مردم فرانسه بوده. میدونید این نکته ای که بسیار قابل تأمل است، این نکته ایست که من بسیار به آن باور دارم و این حکمت مردمه در بلند مدت. نمیخوام عوام فریبی بکنم و بگم
مردم هر تصمیم میگیرن درست میگیرن. نه، ولی اگر تصمیمی رو در آزادی بگیرن و در بلند مدت بگیرن معمولا اشتباه نمیشه. خب ما همه مردم در کوتاه مدت و در دیکتاتوری تصمیم انقلابی گرفتیم که بسیار اشتباه بود. ولی این نکته جالب برای من اینه که مکرون برای اولین بار شروع کرده است به آغاز اصلاحاتی در فرانسه که به بعضی از امتیازات صدمه میزنه. ولی اینو توضیح داده برای مردم و مردم متوجه شدن که بدون این آینده فرانسه نخواهد داشت. نمیشه همش به حساب نسیه خورد. شدنی نیست. و این برای من جالب بود که این رفرم ها رو، این اصلاحات رو آقای مکرون در حال انجام میشه. مثلا اصلاح قانون کار، آسانتر کردن اخراج کارگر به امید اینکه آسانتر بشود تولید و آسانتر بشود استخدام کارگران جدید. این باعث شده که مردم متوجه بشن و عقل نشون بدن، تدبیر نشون بدن و پشتیبانی بکنن از این اقدامات. خب هیچ کی از سختی خوشش نمیاد، ولی متوجه شدن که چاره ای نیست جز گذر از این شرایط. این برای من نکته بسیار جالبی بود وقتی که افزایش محبوبیت آقای مکرون رو دیدم. حالا یک صحبت خصوصی هم بکنم از اونجایی که فقط من هستم و شما و بینندگان عزیز، من با آقای مکرون رای داده بودم. معلومه به هر حال اکثریت به او رای دادن دیگه، که رای آورد و برنده. بله. خب آقا شما به چه دلیل به او رای دادین؟ برای اینکه متوجه ببینید، برای عمدتاً من به این دلیل به او رأی دادم که رفرم‌های اقتصادی رو من چاره ناپذیر می‌دانم. شدنی نیست. فرانسه داره با می‌دونید قرض فرانسه آقای مهری به اندازه درآمد ناخالص ملیش و این نمیتونه اینطوری ادامه داشته باشه. اصلا درست نیست. انشالله یه روز فرصت باشه من بتونم بیشتر توضیح بدم. خب فرانسه اعتبار داره، میتونه قرض بگیره. ولی این حتی اگر اعتبارش هم دست نخورده باقی بمونه که آدم بدهکار که قرض میگیره اعتبارش هم میاد پایین. اما اگر این اعتبارم باقی بماند، این به نفع اقتصاد نیست که با قرض زندگی بکنه. در نتیجه اون حرفایی رو که میزد منو قانع کرده بود و همونهایی بود که من سالهاست منتظر بودم در این کشوری که با بزرگی ما رو پذیرفته به عنوان شهروند خودش ببینم، که سربلندی این کشور رو دوباره ببینم. و فکر میکنم فرانسه دوباره داره به آن سمت و سو میره. امکان این که دوباره انتخاب بشه هست؟ بسیار بسیار بالاست این امکان. بسیار بالاست این امکان، بله. به ویژه که من بر این باورم که از اواسط سال 2018 رفرمایی که او کرده است آغاز خواهد کرد به نتیجه دادن. تعجب من از این است که فرانسویات چگونه به یک نامزد ریاست جمهوری 39 ساله بله 40 ساله شد، دو سه روز 40 ساله شد. اون موقع 39 سالش بود. بله. چگونه اعتماد کردن فرانسوی خیلی مشکوکن. بسیار اینطوره. و ببینید نه تنها فرانسوی ها مشکوکن، بلکه اینم الان من اگر به کوتاهی بگم چون وقتی باقی نمونده میترسم در ذهن بینندگان یه تصویر نادرستی از عقیده من نسبت به فرانسوی ها که بسیار برای اونا احترام قائلم، در حال پذیرفتن کسایی مثل ما رو، در حال یک جور محافظه کاری هم هست در فرانسوی ها. یک امتیازهای کهنه رو که به دست آوردن نمیخوان از دست بدن و این برای من تعجب برانگیز بود که با وجود چنین ویژگی هایی رأی دادن به مکرون، چون من فکر میکنم مکرون خیلی خوب به اونها نشون داد با توضیح نه با تنش افروختن. به ویژه یک مصاحبه آخری که کرد با خانم مارین لوپن که راست افراطی است، بسیار با متانت کامل بدون تنش افروزی یک به یک نکات اشتباه حرف اون نامزد راست افراطی رو نشون داد و با خوب خیلی درایت و تدبیر بیشتری به مردم لزوم این اصلاحات رو نشون داد و من فکر میکنم مردم رو قانع کرد. ببینید این درست مثل این که یک پزشکی به یک بیماری توضیح میدهد که چرا باید یک عمل جراحی بکنه.
بیمار قانع میشه، بدیهی است که خب ذوق نمیکنه برای اینکه عمل جراحی باید روی او انجام بشه، ولی قانع شده که این بهترین درمان است که برای او وجود داره. ولی دکتر باید بلد باشه این کارو بکنه، هم با دلسوزی هم با دانش. این کار آقای مکرون موفق شد. آقای دکتر، آخرین سوال این است که درباره احمدی نژاد با این کارهایی که این روزا داره میکنه، هیاهویی که راه انداخته، چه خواهد شد؟ ببینید، این آنچه را که آقای احمدی نژاد میگوید راست میگوید، ولی این که راست میگه به این معنی باشه که آدم راست کرداریه و باید در مورد او توهم داشته باشیم، نادرسته. جنگ آقایون جنگ زرگری نیست. افشاگری هایی که از هم میکنن، خب این آگاهی مردم رو باید بالا ببرد نسبت به بنیاد این نظام. اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر ذکر مصیبتی که این دو جناح از یکدیگر میکنن رو مردم ما به عنوان راه حل مصیبت از سوی یکی از این جناح‌ها در نظر بگیرن. راه نه آن است و نه این. بسیار عالی است. ولی سخنگوی قوه قضاییه گفته این لاته، لاتی است که دیگه کسی محلش نمیذاره. بله، من فکر نمی کردم لات در جمهوری اسلامی یک انتقاد و گله‌ای باشه. میخواید مثال‌های زیادی در این مورد من عرض بکنم؟ منظورتون چیه؟ خب ببینید، این بسیاری از نظامیان سردارانی رو که میبردن و اینها صحبت میکردن غیر از این مسئله بود. یادتون هست یکی از این سرداران به یکی از خبرنگاران و بعد خبرنگار از کارش اخراج شد. در اون مورد به خبرنگار گفته بود که حرفتو بزن، فرمایش منو بر نگرد. حالا من نمیدونم اینو به شوخی گفته، به جسارت گفته، یا نمیدونه که آدم عرض خودشو فرمایش نمیگه. در حال این نکته خاصی نیست که از آقای احمدی نژاد دیدن. خب این بی‌سوالیه یه لاتیه. خب البته ما هر دو موردشو در کشور دیدیم. من ببینید، آخه اگر من میتونم روشن‌تر صحبت بکنم، ولی نمیخوام احسای ادب به کسی بشه، روی یوتیوب بزنید این نوحه سرایان محبوب مقام معظم رهبری و یاران ماهای اول آقای احمدی نژاد، روی یوتیوب بزنید و ببینید حرف زدن اینها رو در خارج از نوحه سراییش. ببینید اون وقت واقعا کم لطفیست که اگر ما این لقب لاتو فقط به آقای احمدی نژاد بدیم. ولی اگر وقت هست یک 30 ثانیه به من اجازه بدید یک چیزی بگم. ببینید، خب قبل از انقلاب لات بود دیگه، بدیهی است که لات بود، ولی این لات ها به همون اصطلاح خودشون با معرفت هاشون یه معرفتی داشتن. مثلا رقیبی رو که کت بسته بود نمی زدن. به قول خودشون دست روی زن بلند نمی کردن. و شما ببینید اون کسی که زهرا کاظمی رو در زندان می کشه و کت بسته اینا رو از سقف آویزان می کنند، واقعا لات های اون موقع شرف ندارن به این آدم ها. حالا لات رو نمی دونم با آقای احمدی نژاد به چه ویژگی ایشون اشاره می کنه، ولی یادآوری میکنم که برای این لات به قول خودتون امروز چه کشتاری کردید در جنبش سبز. خیلی ممنون. چه بر سر قدرت نگرداش. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم ازتون و اجازه بدید. سپاس از این که منو پذیرفتید. خواهش می کنم. همیشه با خوشنودی در برنامه‌های شما شرکت کنم. قربان شما. خیلی ممنونم ازتون. درود بر شما. درود بر بینندگان عزیز. قربان شما. همینان گرامی، بنده هم تشکر میکنم از کارگردانمون آقای بهروز مشکی‌یار و از شما که به این برنامه توجه فرمودید. شب و روزتون خوش.